آیا تا به حال آرزوی سفر در زمان را داشتید؟ یعنی قرون را به سرعت رد کنید و آینده عمیق را ببینید. خب، سفر در زمان امری ممکنه. این کار قبلا انجام شده. با سر گای کریکلف آشنا بشید. بزرگترین مسافر زمان در طول تاریخ بشریت. این فضانورد روس رکورد طی کردن بیشترین زمان در مدار سیاره ما را داره. در مدت زمان 803 روز 9 ساعت و 39 دقیقه. در مدت اقامتش در فضا او به آینده خود سفر کرد. به اندازه 0.02 ثانیه از آینده خود. حرکت با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت باعث شد که او کندی زمان را متوجه بشه. و یک روز این مدرک ممکن است موضوع مهمی برای سفر در زمان بشه و اونو به امری عادی در آینده محقق کنه. برای فهمیدن اینکه چرا سرعت در فضا در زمان دخالت دارد، باید به دهه 1880 رجوع کنیم، جایی که دو دانشمند آمریکایی یعنی آلبرت میکلسون و ادوارد مورلی سعی داشتند تا سرعت حرکت زمین به دور خورشید رو با سرعت نور قیاس کنند. زمانی که باریکه‌ای از نور در جهت موافق حرکت زمین در حرکت بود، آن دو انتظار داشتند که نور سرعت بیشتری داشته باشه، و وقتی که زمین در جهت مخالف حرکت می‌کرد، آنها انتظار داشتند که نور سرعت کمتری داشته باشه. اما چیز عجیبی متوجه اونا شد. سرعت نور در هر دو یکسان بود، یعنی بدون توجه به حرکت زمین. 20 سال بعد آلبرت اینشتین در مورد پیامدهای سرعت ثابت نور تحقیق نمود که نتیجه‌اش به وجود آمدن نظریه نسبیت خاص بود که دری به سفر در زمان شد. فردی رو به اسم جک تصور کنید که در میانه یک کوپه از قطار وایساده و سرعتش هم ثابته. جک خسته میشه و توپی رو به بالا و پایین پرتاب میکنه. جیل هم روی صندلی نشسته و قطار رو نگاه میکنه که در حرکته. وقتی جک توپ رو به پایین پرتاب میکنه و دوباره میگیرتش، جیل توپ رو به گونه میبینه که انگار جلوتر از ریل قطار در حرکته، یعنی توپ رو در یه مسیر مثلثی شکل میبینه. پس جیل توپ رو جلوتر از جک میبینه که در حرکته، ولی در همون زمان مساوی. از اونجایی که سرعت یعنی فاصله تقسیم بر زمان، جیل توپ رو در حرکت سریعتر میبینه. پس چی میشه اگه جک به جای توپ دو آینه قرار بده که اشعه نوری رو بین خودش مبادله میکنه؟ بنابراین جک میبینه که پرتو نور کمتر شده، ولی جیل همچنان نور رو با سرعتی بیشتر میبینه. اما این بار جک و جیل نمیتونن سر سرعت نور اختلاف نظر داشته باشن، برای اینکه سرعت نور همیشه در هر جایی ثابته و اگر سرعت یکسان باشه در حالی که فاصله یکسان نیست، بدین معناست که سرعت متفاوت خواهد بود. پس زمان هم باید برای کسایی که به سمت همدیگه در حرکتن متفاوت باشه. فرض کنین که جک و جیل هر دو یک ساعت کاملا دقیق داشته باشن که قبل از سوار شدن جک به قطار هر دو از صفر تنظیمشون کرده باشن. در طول حرکت قطار ساعت هر دوشون به طور طبیعی کار میکنن، ولی وقتی بعدن همدیگر توی همون مکان شروع میبینن تا ساعتاشون رو چک کنن، برای جک زمان کمتری سپری شده و این به این معناست که جیل حرکت نور رو دورتر میدیده. شاید عجیب به نظر برسه، ولی مثل هر تئوری خوبی میشه مورد آزمایش قرارش داد. در دهه 1970 دانشمندان سوار جتی که به ساعت‌های بسیار دقیق مجهز شده بودن میشن که با افرادی که روی زمین بودن همزمان شده بود. وقتی جت دور تا دور دنیا رو پرواز کرد، ساعت‌های داخل اون زمانی متفاوت نسبت به افرادی که روی زمین بودن را نشون میداد. البته این در قطار و هواپیما اثرش کمتره. پس هرچه سریع‌تر حرکت کنید، زمان بیشتری مصرف میشه. این زمان برای فضانوردانی که 800 روز به دور زمین میچرخند بیشتر میشه. اما چیزی که بر انسان‌ها تأثیر میذاره، بر ماشین‌ها هم اثر میذاره. سیستم‌های موقعی یا به جهانی همیشه به دور زمین میچرخند با سرعت هزاران مایل در ساعت. پس میشه تأخیر زمان رو در اینجا هم احساس کرد، به این صورت که ساعت‌های اتمی روی بردهاشون با ساعت‌های روی زمین همزمان نیست. 7 میلیونیوم ثانیه در هر روز باعث میشه که جی پی اس دقتش از دست بده، یعنی روزی حدود چند کیلومتر. خب اینا همه چه ربطی به سفر در زمان به آینده دور داره؟ خب دیگه هرچی سریعتر حرکت کنین تأخیر زمان بیشتر میشه، در نتیجه سرعت شما باید به سرعت نور نزدیک باشه، به عبارتی 99999 درصد. در یک سفر زمانی رفت و برگشت طوری که به نظرتون 10 سال میاد، در حقیقت حدود سال 9000 به زمین میشینین. کی میدونه وقتی برمیگردین چی میبینین؟ انسان ها با ماشین ها ادغام شدند به دلیل تغییرات آب و هوا یا برخورد شهاب سنگ و یا به دلیل اسکان در مریخ منقرض شدند. ولی مشکل اینجاست که حرکت دادن جسم سنگینی مثل انسان، چه برسه به سفینه فضایی، به انرژی بسیار قوی نیازه. همین حالاش هم برای انتقال ذرات بسیار ریز به انتقال دهنده عظیمی مثل هاردن لازمه تا سرعت ذرات ریز زیر اتمی رو به سرعت نور نزدیک کنیم. اما اگه بتونیم روزی ابزاری بسازیم که بتونیم به خودمون سرعت نور ببخشیم، شاید بتونیم مسافران زمان رو به آینده دور بفرستیم که داستان‌های فراموش شده گذشته رو با خودشون برمغان بیارن.